در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست ای خدای پاک و بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را درگذار یاد ده ما را سخنهای رقیق کان به رحم تو را ای خوش رفیق گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگری ها کار توست این چنین اکسیرها ها زسرار توست خدمت همه شما سروران و حضار گرامی عرض ادب و احترام دارم حضور شما رو در این محفل روحانی و معنوی گرامی می دارم. مباحثی رو که خدمتون تقدیم کردم در ارتباط با آداب سلوک معنوی است و عرفان عملی و اعمال عرفانی است به مقاماتی اشاره کردیم در منطق و در مکتب عرفان به بحث بازگشت به حقیقت و تحول وجودی انسان رسیدیم در این رابطه اشاره ای داشتیم به تحولی که در زندگی انسانهای بزرگ در این عالم ایجاد شده که از بودا و سنت اگوستین و از سنائی و از ابراهیم ادهم سخن گفتیم و در نهایت بحث ما منتهی شد به اون انقلاب معنوی عظیمی که در زندگی مولانا ایجاد شد که در تاریخ عرفان و بلکه در تاریخ بشریت بی سابقه است که این تحول رو گفتیم سه مرحله دارد حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم پخته شدم سوختم و مهمترین اوج یعنی مهمترین و عالیترین نقطه اوج این تحول برمیگردد به دیداری که مولانا با شمس تبریزی دارد و گفتیم که زندگی معنوی بر اساس دیدار شکل میگیرد خدمت عزیزان این مباحث رو مطرح کردیم که چگونه ولی الهی در قالب شمس تبریزی کیمیاگری کرد و مثل وجود مولانا را تبدیل به طلا کرد و شوری در مولانا ایجاد کرد که ابزارهایی که شمس به کار گرفت را خدمتون گفتگو کردیم در این قسمت یعنی از این هفته به بعد من اشاره دارم به خلاصه و فشرده ای از تعالیم شمس که اینها در آثار مولانا هم به چشم میخورد یعنی اون نگاه شمس به انسان به خدا به طبیعت و به خود و به نفس انسان و مجموعه تعالیمی که شمس دارد به شکل خلاصه اینجا ارائه بشود انسان از نگاه شمس خود همین سلوک معنوی از نگاه شمس خدا از نگاه شمس و از نگاه عرفان عرفا خدا را چگونه می بینند و همینطور ایمان ورزی و دینداری از نگاه شمس و از نگاه عرفا و تفاوتی که نگاه متکلمین به دین و ایمان وجود دارد و فلاسفه و عرفا و مخصوصا شمس تبریزی از امشب این بحث رو من آغاز میکنم طی چند جلسه اول نگاهی که شمس به انسان دارد اون نگاهی که شمس به انسان دارد انسان را در حالی که موجودی عظیم و پیچیده و دارای لایه های مختلف و بتون مختلف میداند اما در این حال انسان را دوچار تضاد درونی معرفی می کند یعنی از یک طرف این انسان خلیفت الله است یعنی این انسان آینه الله نماست اصلا اساس خلقت بر این بوده که خدا خود را ببیند قایت خلقت این بوده است که خدا خود را در یک آینه کامل ببیند و اون آینه کامل انسان است که در انسان خدا تجلی کند انسان الله نماس بر کرسی رفیع خلافت اللهی تکیه میزند و همه هستی و همه مراتب آفرینش در این لایه و در این بطن انسان مندرج است و منتوی است در عین اینکه انسان صاحب این عظمت و بزرگی است که بر کرسی رفیع خلافت اللهی تکیه میزند از طرفی گرفتار تن و نفس و هوا و تعصب است این رو شمس مطرح می کند یعنی همونی که مولانا برای ما بیان میکنه و من بارها گفتم تن زده اندر زمین چنگال ها جان کشیده سوی بالا بالا این انسان یه بینهایت است این بینهایت کش آمده است یک موجودی است دارای مراتب و همینطور که بنده عرض کردم یه امر تشکیکیه یعنی شما شک میکنید کدام مرتبه از مراتب این انسان رو شما بگید انسان چون دارای بی نهایت مراتب است و به همین دلیل است که خدا در او تجلی کرده است و چی از لایتناهی در وجود این انسانه که اون حقیقت لایتناهی در انسان ظهور پیدا کرده شمس در آموزه هایی که در مورد انسان دارد بحثی رو مطرح میکند تحت عنوان کرامت انسان این کلمه کرم و کریم و کرامت که خود خدا کریم است پیامبری که از جانب خدا مبوس میشه کریم است انه لقول و رسول کریم فرشتگانی که بر انسان نازل میشوند بر این پیامبر نازل میشوند اینها هم کریم هستند و قرآن و پیامی که انسان را متحول میکنه صاحب کرامت است و انسان یک کرامت ذاتی دارد یعنی این کرامتی که شمس از او سخن میگه این کرامت انسان از اون جهت که انسان است نه انسان از اون جهت که مسیحی است نه انسان از اون جهت که با خدا رابطه دارد نه از اون جهت که انسان خدا یهودی است از اون جهت که مسلمان است از اون جهت که بودایی است انسان در هر شرایطی که باشد در هر مرز در هر مغز در هر نجات در هر فرهنگ در هر تمدن در هر آین، در هر دین ذاتاً این انسان کرامت دارد و استناد میکند به این آیه قرآن در سوره بقره خود شمس در تعالیم خودش ولقد کرمنا بنی آدم خداوند میفرماید ما به بنی آدم بنی آدم یعنی ما یعنی ماها آدم نیستیم ما فرزندان آدمی بنی آدم در قرآن ما یک آدم داریم یک انسان داریم یک بشر داریم و یک ناس داریم اینها با همدیگه فرق میکنن وقتی گفته میشود انسان انسان یک عنوان عام میست برای افراد متعدد و مختلف آدم که گفته میشود آدم علم خاصه یعنی همطوری که ما یه شخصی داریم در تاریخ سلام نبی کنیم به نام ابراهیم حضرت ابراهیم یا علم علم ادیسون ادیسون یک نفره در تمام هستی ما یک آدم داریم یعنی یه موجودی شبیه ما اسمش بوده آدم اسم او بوده آدم پس منابر این اون نمیتونه چون خاصه اطلاق بشه بر همه ما ما بنی آدم هستیم خداوند میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم ما به این انسان و به این فرزندان آدم کرامت دادیم این کرامتی که خدا میگه دادیم یعنی نه اینکه اول اینا رو خلق کردیم بعد بهشون کرامت دادیم همین خلقت اینها تو ذات این خلقت کرامت هستش این انسان کریم است و کرامت دارد و لقد کرم نابنی آدم و جعلناهم فی البر و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا سوره ارزمو میکنم خدمتون که اسراء اشتباه گفتم سوره اسراء آیه هفتاد گفتم سوره بقره اشتباه گفتم آیه هفتاد شمس تبریزی میگه عجیب است که انسان تمام موجودات را به بند میکشد. کشد استخدام می کند. در, در این آیه خداوند نمی, گ... نمی فرماید ولقد کرمنا کرمنا سماوات و ولقد کرمنا العرش ما عرش را کرامت دادیم ما آسمان را کرامت دادیم ما زمین را کرامت دادیم ما حیوانات را کرامت دادیم انسان را کرامت دادیم چون انسان همه این هستی است یعنی هر آنچه که آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری اون خوبان همه دارند تو تنها داری چون در ذات این انسان به لحاظ خلقتش است بنابراین این انسان یک کرامت ذاتی دارد و هم فلبر و البحر این انسان هم جنبه بری دارد هم جنبه بحری دارد هم بربر مسلط است هم بر بحر خب بر یعنی خشکی شما میدونید که بر یعنی خشکی بحر یعنی دریا اما استفاده که شمس از این آیه میکند این است که بر یعنی خشکی یعنی ماده عالم ماده عالم شکل عالم فرم عالم صورت همین عالمی که ما درش این عالم عالم بر است اما عالم بحر یعنی عالم معنا عالم جان عالم روح این انسان از یک جهت یک موجود روحانی معنوی فرشتگونه است از یک جهت هم خاکی زمینی است خاکی زمینی است اصل اصل وجود او بحری است اما یه دایه ای پیدا میکند این انسان که اون دایه از جنس زمین است مادر اصلی او بهر است مادر اصلی او عالم معناست اما یه دایه ای پیدا میشه که این دایه از جنس عالم بر است یعنی از جنس خشکی است از جنس ماده است اینجا یک تضادی ایجاد میشه بارها این شعر رو من خوندم قبضه ای از دو عالم سرشته خاک و افلاک و دیو و فرشته رمز عالم در این قبضه هشته اسم اعظم بر اون برنوشته یعنی انسان یه معجونیه یک حالت تضادهای درونی انسان این انسان یه مجونی و مثالی میزنه مولانا میرسیم که در اون جایی که مولانا مثال میزنه میگه چند تا تخم اردک که این اردک با آب سرکار مرغابی مزرعه میخوام مرغابی که تو آب باید بره و با آب سر کار داره چند تا تخم مرغ آبی رو گذاشتن زیر یک مرغی که اصلا شنابلد نیست و اصلا از جنس دریا نیست بعد این بچه ها به دنیا اومدن این بچه ها همه آبی هن مادر یعنی دایه نه مادر حقیقیشون که همون دریاست این مادری که اینها رو به دنیا آورده یعنی دایه اونها دائما سر این بچه ها جیغ میزنه قط قط میکنه که شما چرا اینقدر میره تو آب بیایید این طرف هی hey, میخواد اینا آره رو بکشونه به سمت خشکی میگه دقیقا مادر حقیقی تو تو رو دعوت میکند به بحر و دریا اما اون دایه ساختگی سانوی دومی که تو رو میکشونه دائما به سمت نفس میخواد تو پایین بیای به سمت اون خشکی تو را میکشاند نگاه کنید عبارتی از هز... ار میکنم که شمس تبریزی خدمتون عرض بکنم میفرماید سبحان الله همه فدای آدمی اند و آدمی فدای خیش سبحان الله همه فدای آدمی اند یعنی همه هستی مسخر این انسانه چرا همه هستی مسخر این انسانه ببینید اون شعری که بنده بارها از حافظ برای شما خوندم که حافظ میگه که سالها دل طلبه جام جمع از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی و از دور خدایا میکرد مشکل خیش برای پیر مقان بردم دوش کوب تعیید نظر حل معما میکرد دیدمش خرم و خندان قده جامه به دست اندران آینه صد جلوه تماشا میکرد گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که آن گنبد مینا که همه حکایت کرامت انسان تو همین غزل حافظ نهفته است ببینید در اون جایی که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد یعنی دل من طلب میکرد جام جم را جام جم یه جامی بوده که کیخسرو در زمان قدیم در اون جام همه شاهان داشتن حالا کیخسرو جام کیخسرو بوده که همه هستی رو تو اون جام میدیده مثل مثلا فیسبوک مثل فیسبوک الان مثل تلگرام مثل همین ارز میکنم که وسایل ارتباطی که ما داریم همه عالم عرض کنم که این بچه هفت ساله نشسته با این مغز همین که تکون تکون میده همه عالم زیر دست اونه و میره تو خونه اون تو ژاپن و اونجا میره تو چین از اون وقت میره تو کاخ سفید همه اینا این دست اون هستش میگه این دل من اومده بود میگفت این جام جم و من میخوام سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت یعنی خود این دل جام جم بود ولی نمیدونست جام جمه و میگفت من میخوام سیراب بشم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگان تمن نامی کرد گوهری این گوهری یعنی همین دل شما که از صدف کون و مکان بیرون است یعنی اینجا حافظ میگه این دل تو و این حقیقت تو از کون و مکان بیرون است خب یعنی یعنی چی از کون و مکان بیرون است ما که تو این تو این کون و مکانیم ما که تو این پس چرا حافظ میگه که گوهری که صدف کون و مکان بیرون است یعنی شما بیرون از کون و مکانید یعنی شما محیط بر کون و مکان هستید همه کون و مکان در وجود شماست چرا برای اینکه شما هم جمادید هم نامی و نباتید هم حیوانید هم انسانید هم ملکید هم جوهرید هم جسمید هم جسم نامی هستید هم جسم نامی حساس هستید هم جسم نامی حساس متحرک هستید هم جسم نامی حساس متحرک ناطق بالاراده هستید همه اینا ببین همه اینا یعنی درخت در وجود شما هست یعنی کمال همه این زیبایی ها و این درخت ها در وجود شما هست چون شما موجود نامی بودید کمال همه کوها در وجود شما هست چون شما جمادم بودید از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زه حیوان سر زدم جمال همه انسان ها در وجودش و همه, همه حیوان ها در وجود شما هست و قدرت همه ملائکه در وجود شما هست و به همین دلیل ملائکه بر انسان سجده می کنن. به خاطر همین میگه گوهری که از تدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود اصلا شمس در اینجا میخواد بگه انسان از نظر من یعنی این که این انسان خداییت دارد و تمام عرفان و زحمتی که عارف میکشه میگه من به شما یه سیر و سلوکی میخوام نشون بدم که بفهمید شما خداییت دارید شما برسید به اینی که بگید حق در وجود من است همونطوری که از کنم منصور حلاج میگفت انا الحق شما هم برسید به این که ببینید حقید نه اونطوری که فرعون میگفت انا الحق فرعون هم میگفت من حقم من خدا هستم انا الحق فرعونی و انا الحق منصوری با همدیگه فرق میکنن فرعون که اگر میگفت انا الحق مرجع این انا بدن فرعون بود جسم فرعون بود نفس فرعون بود اما اون منصور حلاج که میگفت انا الحق مرجع این انا روح او بود و روح او همون حقیقت محضه حقه حق الهی است که در او تجلی پیدا کرد بنابراین در اینجا میگه که گوهری که از طرف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد مشکل خیش برای پیر مقان بردم دوش این مشکل رو من بردم پیش پیر یعنی پیش اون عارف که بگم این دل دنبال این جام جم من جام جم رو میخوام ببینم خب کو به تایید نظر حل معما میکرد همون پیری که نظر میکرد و باطن را میدید و میتونست جواب منو میده ولی وقتی که رفتم دیدمش دیدم داره مراقبه میکنه دیدمش خرم و خندان قده جامعه به دست این قده جامعه یعنی اون که تو شراب میخورن و اون خود انسانه دیگه یعنی خود انسان مسته و پر از اون شرابه یعنی همین دل رو من دیدم که داره به این دل همین جامعه جمع دستش داره نگاه میکنه دیدمش خرم و خندان قده جامه به دست اندران آینه صد جلوه تماشا میکرد جلوه های مختلفی در این پیر دیدم گفتم عجب من دنبال این جامعه جمعم دست تو گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که آن گنبد مینا میکرد یعنی در اصل خلقت این جام جهان نما را به ما داد به ما داد و اگر کسی قدر این جام جهان نما و قدر این کرامت را بداند چی میشه فیض روح القدس هر بار مدد فرماید جگران هم بکنند آنچه مسیح ها می کرد یعنی همه شما مسیحید و حضرت مسیح اومد بگه که بابا من فقط مسیح نیستم بدانید که شما هم مسیحید ولی شما نمیدانید که مسیحید بدانید که میدانید که مسیحید یعنی این, این بیانیست که عرفا دارن و شمس در اینجا میگه نگاه کنید سبحان الله همه فدای آدمی هن اینو آوردم اینجا آقا و آدمی فدای خیش هیچ فرمود شمس داره میگه و لقد کرم خدا گفت من آسمون ها رو کرامت دادم و لقد کرم اگر به عرش روی هیچ سود نباشد و اگر بالای عرش روی و اگر زیر هفت طبقه زمین هیچ سود نباشد در دل میباید که باز شود علم نشرح لک سدرک جان کندن همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود این می این میجستند. اونها دنبال این بودند نگویم خدا شوی یعنی من نمیگم تو خدا هستی یعنی نمیخوام کفر بگم کفر نگویم ولی این رو توجه داشته باش که آخر اقسام نامیات یعنی گیاهان نامی یعنی نموف کننده از جمادی مردم و نامی شدم و حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک این همه در آدمی هست و آنچه چه در آدمی هست در اینها نیست اون چه که در اونها هست در آدمی هست و آنچه چه که در آدمی هست در اونها نیست بنابراین انسان رو گفتن کون جامع یعنی عارف و شمس نگاهش به انسان این است که این کون جامع است کون جامعه یعنی چی؟ یعنی بودنی که جامعه تمام این هستی ها هست همه هستیها هستی ها در او خلاصه شده است. اصلا دلیل ما میارن تو فلاسفه میگن علت این که ما همه چیز رو میتونیم بشناسیم چیه؟ یعنی شما وقتی میخوایی چیزی رو بشناسی باید از جنس او باشی اگه از جنس چیزی نباشی نمیتونی او رو بشناسی باید از جنس او باشی علت اینه که ما آسمان رو میشناسیم برای اینکه جلوه ای از آسمان در وجود من هست من آسمان را در وجودم تجربه می کنم هر چیزی که در این عالم انسان بخواد بشناسه چون در اون روحش در اون لایه های در اون سرش در اون سر مکنونش در اون قلبش این انسان با او هست و خودش خبر نداره با او هست هر چیزی که می بینه احساس کنه قبلا دیده یعنی قبلا یک ارتباطی آشنایی با او هست چرا شما گل رو دوست دارید گرایش به این گل پیدا میکنه چرا گرایش به سبزه دارید چرا گرایش به طبیعت دارید چرا گرایش به همه این زیبایی ها دارید اینها در وجود انسان هست در وجود انسان هست یعنی انسان آینه کامل الله نماست اما اونها آینه نیستند جمادات و لطافت جو فلک اینها این همه در آدمی هست و آنچه در آدمی هست در اینها نیست زهی آدم که هفت اقلیم و همه وجود ارزد یعنی به هفت اقلیم و همه وجود ارزد این نگاهی است که شمس به انسان داره و این نگاه تو گفتگوهایی که با مولانا داره اون تحول وجودی مولانا که میگه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم این رو به او چکار میکنه انتقال میده باز آیه دیگری ای که شمس از او استفاده میکنه این آیه که این آیه من تفسیرش رو خدمتون عرض کردم خداوند میفهمید انا به درستی که ما ارزنا ارزه کردیم الامانتا این امانت رو الف لام اومده سرش او زده الامانه یعنی یه امانت خیلی قابل توجهی شناخته شده ای امانتن نمیگه امانتن یعنی یه امانتی یه امانتی شما اگه به زبان عربی بگی که آقا دم در رجلون دم در من اومده یه آقایی وایستده بود یه آقایی یه آقایی یه آقایی آقا آقای. یه کسی اومد ما اینجا نبودیم یه کسی اومد در واکن اومد تو اما یه وقتی هست که میگی اون آقا اون آقا اومد اون خانومه اومد اون خانومه یعنی یه چیز مشخص الامانه خداوند میفرماید ما عرضه کردیم الامانت را علی السماوات و والجبال بر آسمان ها بر زمین بر کوه ببین این آسمان ها و زمین کوه یعنی همه هستی همه آفرینش ما یه امانتی رو عرضه کردیم فعبینا ان یحملنها ابا کردن از حمل این امانت ابا کردن یعنی دوری کردن از حمل امانت دوری کردن توجه داشته باشید و اشفق نه چرا ابا کردن برای اینکه اینها ترسیدن ما دو نوع عبا داریم ابا یعنی دوری کردن یه وقتی هست که ابا ابای استکباری است در قرآن هست ها اینا تو عرفان هم هست یعنی شما ابا میکنید از چه بخاطر اینکه مستکبری استکبار میورید در ماجرای شیطان خداوند میگه که ما به همه امر کردیم که بر آدم سجده کنید همه ملائکه سجده کردن یعنی تایید کردن آدم را مگر شیطان درست شد و عبا اونجا دارد چی ها؟ ابا و چی و استکبره ابا کرد ابای استکباری بود اما ابای اشفاقی چیه ابای اشفاقی این است که شما عبا میکنید بگید نه نه آقا جان من نمیام آقا شما وزیر میشید نه 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 من قبول نمی کنم اینم آقا شما میاد نماینده مجلس بشید نه 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 من نماینده مجلس نمیشم چرا برای اینکه اشفاقی اشفاق یعنی میترسی میترسی آقا قاضی میشی یه قاضی لب جهنم قرار گرفتید مولانا میگه که یک در داستانی نقل میکنه که قاضی شده بود فرد و به دوستش میگه من قاضی هم ولی شروع کرد گریه کردن آه چرا گریه میکنی؟ و من بدبخت بیچارم برای که این دو نفری که میان دعواشون رو به من ارائه میدن اینا دو نفر میدونن کی راست میگه کی دروغ میگه ولی من نمیدونم کدوم که از اینا دروغ میگن یا راست میگن من لب جهنم هستم خب این من ابا میکنم از این امانت به خاطر اشواق میترسم اینو میگن عبای اشواقی اما ابای استکبار میگم نه برای اینکه من متکبرم در اینجا میفرماید که ما امانتی رو عرضه کردیم بر همه هستی حالا این عرضه کردن هم توجه داشته باشید یه وقتی هست که من به شما میگم که اینو من عرضه میکنم به شما خواهش میکنم قبول میکنید این خدمت شما باشه تا من برگردم اینو میگن عرضه کردن توجه فرمودید من این رو به شما عرضه میکنم من این ارز میکنم که خونم رو به شما ارزه میکنم میخوام در خدمت شما شما میتونید کلیده از من بگیرید امانت باشه تا من برم ایران رو برگردم این اینو بهش میگن ارزه امانت درست شد اما این ارزه که اینطوری نبوده مثل ارزه خانه به شما نبوده این ارزه در ذات خلقتشون یعنی خلقت اینها طوریست که نمیتونن بپذیرن اون امانت رو نه اینکه واقعا خدا رفت به آسمان ها گفتش که من یه امانت میخوام بهتون بدم قبول میکنید اینو گفتن نه ابا کردن و ترسیدن به زمین گفت میخوام به امانت بدهم بعد این زمین گفت نه این عبا در ذاتشون بوده و قبولم در ذاتشون بوده خب حالا این امانت چه بوده؟ این امانت تفاصیل مختلف براش گفتم بحثش هست روی سایت مراجعه فرمید بعضی ها گفتن آزادی انسان خود همین آزادی یک امانت بعضی ها گفتن تکلیف تکلیف خودش از میکنم کنم که اینکه انسان تکلیف مکلف مسئولیت خود این امانت ولی در نهایت عرفا میگن این امانت همون ولایت است نه ولایتی که ازش تعبیر میکنه شما ولایت عرفانی یعنی یه امانتی است که من همه حقایق در وجود من ولایت یعنی من قرب به او پیدا بکنم استعدادم رو بتونم شکوفا بکنم و بتونم به معنای واقعی خلیفه حق باشم اینجا می میفهمید که انا ارزن الامانت علی السماوات و والجبال و ابین فابین ان یحملنها ابا کردن از حمل اون امانت و نه و حمل حل انسان انسان حامل این امانت شد و به خاطر همین لقد کرمنا بنی آدم و حمل حل انسان حالا خداوند میفهمید انه کان ظلوما جهولا این انسان بسیار ظلوم است و بسیار جهول است توجه فرمودید این جهول و ظلوم سیغه مبالغ است نمیگه بله انه کان ظالما جاهلا نمیگه اینا ظالمند و جاهل میگه ظلوم و میگه جهول خب توجه فرمودید بعد در اینجا اومدن مفسرین گفتن که خب خدا چرا از آدمو داره بد میگه بهش خب این که اومد بنده خدا امانت رو قبول کرد مثل که بنده بگم آقا من میخوام ماشینمو به شما امانت بدم که قبول میکنی و یکی از شما بگه بله من قبول میکنم بعد من میگم این بسیار ظالم است و بسیار جاهل است یعنی حالا که قبول کردی حالا که خدا میگه که این انسان حامل امانت شد این انسان مسئولیت پذیرفت این انسان بسیار ظالم است و بسیار جاهل است خب این رو بعضیا گفتن خب بله یه عده این امانت رو میشکنن یا به ظلم میشکنن یا به جهل میشکنن یا میدونن دارن امانت رو میشکنن یا اینی که نه نمیدونن و جهل مرکب دارن یه دا اومدن اینطوری تفسیر کردن اما ملا صدرا یه تفسیر قشنگی داره ملا صدرا میگه اینجا ظلم رو به معنای ظلم ظالم معنا نکنید ظلم یعنی این که شما از حد تعدی بکنید از یه حدی شما بتونید عبور بکنید توجه فرمودید خب حالا انسان حد خاصی در حد خاصی نمیمونه چون بی نهایت در وجودشه بسیار ظلوم است تو هر حد حدی که این انسان قرار بگیره میخواد از اون حد عبور بکنه باز در اون حد که قرار گرفت باز میخواد از اون حد عبور بکنه انسان طالب چیزی است که ندارد انسان در وجودش این حرص وجود داره این الهیه این خوبه این داره تعریف میکنه خدا میگه به خاطر این امانت رو بهش دادیم برای اینکه این انسان بی حده. یعنی این ظلم منفی نگیرید ظلم معنای لغوی ظلم رو بگیرید توجه فرمودید معنای اصطلاحی ظلم رو نگیرید معنای اصطلاحی ظلم یعنی که این آقا ظالمه این خانوم ظالمه نه معنای لغوی ظلم یعنی که شما از حد بگ... عبور بکنید شما حدی حد ندارید این انسان بسیار ظلم است حدی ندارید چون انسان تو هیچ حدی حد نمیتونیم برای انسان قائل بشیم اینو بنده بارها گفتم شما مگس یه حدی داره حد یعنی چی حد یعنی از مرز از اونجا به بعد دیگه این نیست اینو میگن حد حدودات ایران میگن این حدودات ایران سرحدات ایران شنیدین سرحدات افغانستان سرحدات ترکیه یعنی از اینجا دیگه به اون طرف ترکیه نیست از اونجا به بعد ایران نیست خب حالا مگس تا کجا مگسه تا اونجا که مگسی میکنه از اونجا دیگه بیشتر بیرون بیای دیگه مگس نیست زنبور یه حد مشخصی داره زنبور این حیوان است که این اثر رو میسازه این کارو میکنه در این حد دیگه حدود زنبور رو در نظر میگیریم حدود مگس رو هم در نظر میگیریم اینو میگن حد مگس میگه حد مگس رو تعریف کن مگس چیه مگس تعریف چیه اسب تعریف چیه هر چیزی در این عالم حدی داره حالا انسان رو تعریف کن انسان هیچ حدی نداره یعنی شما نمیتونید تعریفش بکنی انسان هر فردی برای خودش یک نوع یه حده حدود مختلفه دارد این انسان توجه فرمودید یک مرتبه میبینید که این بالاتر از ملک است یک مرتبه اینه که پایینتر از شیطان است یعنی شما نمیتونید برای این چی تعریف بکنید بگیم این شترگاو پلنگ است در یه مرحله بگیم آقا این شترگاو اگه ما هم تعریفش بکنیم تعریف میشه شترگاو پلنگ مار همین اینا تو این هست این مورچه این به این شکلی نیش میزنه این جمع میکنه این هرس میزنه این در این حد اما باز مرتبه نه این حدش باز فرق میکنه ظلوم است و این لایتناهی رو جهول است یعنی جاهله دقت به این جهل داره نمیدونه که چقدر من نمیدونم که چقدر بزرگم انه کان زلومن جهولا باز این دو بعدی بودن انسان که شمس میگه که حتما باید به این توجه داشته باشید که انسان یک بعد ملکی دارد و یک بعد چی دارد ها ملکوتی دارد شما ملکی دارید و ملکوتی دارید ملکوتتون رو من نمیبینم این گل ملکی دارد و ملکوتی دارد شما میتونید ملکوت این گل رو ببینید میتونید فقط ملک این گل را ببینید میگید که این از کنم سبزینه داره این کلروفیل داره این آوند آبکش داره اینا رو شما میتونید قشنگ تو چگونگی علوم تجربی و زیستشناسی و این علومی که وجود دارن در پهنه کشاورزی شما میتونید بفهمید این چگونگیش اما این گل یک ملکوت هم دارد اون ملکوت را انسان ببینه که در قرآن خداوند میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بعد بعضیا میان یقه ما رو میگیرن میگن چی میگن آقا شما اینقدر از انسان تعریف میکنید میگید انسان خلیفت الله هست انسان کرامت دارد آقای شمس میگه ولقد کرمنا بنی آدم شمس تبریزی اینطوری میگه مولانا میگه که طوق اعتینا بر گردنت اینا اعتینا کل کوثر خب یه آیه قرآن براتون بخونم برای اونایی که یقمونه میگیرن میگن خداوند در قرآن میگه انتم اشد و خلقا ام سما و بنا آیا شما خلقتتون محکمتر و شدیدتر و عظیمتره یا خلقت آسمان ها ها شما این آسمان ها رو در نظر بگیرید آسمان ها که ما خودمون رو آسمان هستیم وقتی که محاسبه میکنی میبینید که کره زمینی که من و شما روش هستیم نسبت به همه کیهان ها و کهکشان ها و صحابی ها و بینهایت بزرگ ها این کره زمین مثل چیه؟ چجوری میتونیم تشبیه کنیم؟ میگه مثل یک ارزنه که توی دریا افتاده یه ارزن شما در نظر بگی ارزن رو دریایی کره زمین اینه خب وقت شما چی هستی دیگه رو این کره زمین شما دیگه چی هستی رو این کره زمین خب خدا میگه انتم اشد خلقا ام السما آیا شما انتم یعنی آیا شما اشد و خلقا خلقتون شدید همه سما خب این آیه با این ولقت کردن رو بنی آدم و هم الله فی البر چه نسبتی داره خدا که اینجا تناقض داره میگه از اون طرف میگه تو خلیفه منی از اون طرف میگه که تو بینهایتی شمس میگه که عجب همه هستی در وجود این انسان ولی خداوند میگه چی انتم اشد و خلقا ام سما بنا بله اگر فقط به ملک انسان نگاه بکنی، فقط به جسم انسان نگاه بکنید، به فسفر و کربن و کلسیوم و پوتاس و نطفه و علقه و مزقه و استخونه ها نگاه بکنید، انتم اشد و به آسمون ها خیلی قلقتشون از تر از این انسان اما وقتی که به اون روح الهی که و نفخت و فیه من روحی خدا به آسمان نمیگه و نفخت و فیه من روحی به عرض میکنم که کبوتران نمیگه و نفخت و فیه من روحی به کوه نمیگه و نفخت و فیه من روحی خداوند به انسان خطاب میکند و نفخت و فیه من روحی تو روح منی وقتی که اینطوری شد خب مسلمه اینجا آسمان چیه؟ آسمان ها باید ارزن باشن در برابر انسان تمام کیهان و کهکشان عالم اسقر میشه از نگاه شمس و انسان میشه عالم اکبر در حقیقت عالم اکبر تویی عالم اکبر تو میشی تو جام جهان نما میشی حافظ هم میگه جام جهان نما و میتونیم یقه حافظ رو بگیریم آقای حافظ این حرفا شعره تو خونه نشستی خاصی شعر بگی سالها دل طلب جام جم از ما میکرد سالها در پی تحصیل یارم یار در دل بوده است حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است حضرت علی هم میگه اتز اما انکه جرمون سغیر آیا تو فکر میکنی جرم صغیری هستی و فیکن تول آولم الاکبرو در تو عالم اکبری هست خب خدا از میگه انتم اشد و خلقن. همه سما بناها آیا شما خلقتون شدید تره یا آسمان ها حالا جوابش چیه؟ جواب چی شد؟ اگر به جنبه ملکی انسان نگاه بکنی اگر به همین جسدی که میکنن زیر خاک نگاه بکنی خب بله آسمون ها از تر است اصلا آسمون ها چرا؟ چرا آسمان ها رو میگی؟ تمام حیوانات از انسان قوی تره. در نور چشم بگی یعنی در بینایی بگی اون اقابی که از اون بالا شما کجا نور چشم اقاب رو دارید در عرض میکنم خدمتتون که بویایی بگید این سگهایی که حالا حس بویاییشون رو بیاد با حس بویایی انسان مقایسه بکنید تمام حواس انسان بچه گربه به دنیا میاد بعد چند روزی دیگه را میفته کار خودش رو خودش انجام میده این بچه انسان که یک سال دو سال بعضی ها دیگه شست سال شدن میشه بازم مامانه بعد اینها رو از کنم که تر خوش بکن و رو بگیره عزیزم پسرم این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو, بکن، اون کارو نکن جوابش بده جوابش نده تمام اینا خب این فرزند انسان خلقن انسان ضعیف این انسان ضعیفه توجه بفرمین بنابراین این دو بعد ملکی و ملکوتی رو با استناد به قرآن شمس مطرح میکنه این آیه در سوره مؤمنون همه خانم ها و آقایون ارز کنم که توجه دارد که این آیه هم شاید قبلا براتون خوندم در سوره مؤمنون ولقد نل انسان خداوند میفهمید ما انسان را خلق کردیم من سلالتن من تین تین سمبل عالم ماده است تین یعنی گل حالا راجبش بحثم. خاک معذرت میخوام سم سیمبول و نماد عالم ماده است یعنی سیمبول تمام این عناصری که در هستی هست عناصر مادی سلاله هم مثل چی زباله مثل قلامه اینا اینا ارز میکنم که در اصطلاحات عربی که به کار گرفته میشه هر چیزی که بر وزن فعال است یعنی اون چکیده ای که بیرون چشیده میشه بر وزن فعاله میاد توجه فرمودید چکیده ای که چی بیرون چکیده میشه شما وقتی که میوه رو گرفتی فشارش دادی اونی که میاد تو لیوان بهش میگن چی چیشو گرفتم اساره همین سلاله اساره زباله یعنی خلاصه این خونه رو ما فشارش دادیم از تو این خونه چهار تا موش مرده در اومد توجه فرمودی یا نه یا نمیدونم اینا در اومد اینا ما میگن زباله این زباله رو ور میداره میبره میریزه دور این زباله است حالا خداوند میفهمید ما اساره ماده رو گرفتیم انسان رو از اساره تمام این فیزیک و این ماده خلق کردیم منتین خب بعد چیکارش کردیم این اساره رو آوردیم تبدیل کردیم به نطفه نطفه یعنی آب قلیلی که دست نخورده است همون که اسپرم اسپرماتوزوئید و از کنم که اساس ساختمان یعنی اون چیزی که بعد سلول از او شکل بگیرد بنابراین میفرماید که من سلالت منتین ثم جعلناه نطفه سپس از میکنم که این انسا، اون سلاله رو که برداشتیم آوردیم نطفه قرار دادیم فی قرار در یه جایی که قرار پیدا کرد بعد نه ماه و نه روز اونجا قرار پیدا بکنه اونجا کجاست؟ اون عالم وجود مادر است فی قرار مکین قرار در یه جایگاهی که اون قرار داره و مکین و استوار است. خب سمه اینا توجه داشته باشید سمه در زبان عربی یعنی پس ف در زبان عربی یعنی سپس توجه فرمودید یه وقتی هست که من میام اینجا تو صد بعد شما میای بعد میگی که آره من اومدم اول ایشون اومد بود بعد از ایشون من اومدم تو صد بعدش اومد اما یه وقتی هست که من درو باز میکنم میام شما پشت من دارید میای میگید بله ایشون اول اومد بعدش من اومدم این بعد وافع میگی ما ثم یعنی یه زمانی میگه ثم خلقنا نطفه علقه این نطفه که رفت در اون رحم مادر قرار گرفت به صورت علقه تعلیقی درآمد آویخته شد ثم خلقنا النطفه علقه علقه یعنی زالو زالو رو میگن علقه زالو از کنم که به صورت تعلیق در میاد یعنی آویزان شد حالت تعلیق پیدا کرد به جداره رحم ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزقه این علقه یعنی این نطفه ای که اومد در این رحم جای گرفت و حالت تعلیق داشت ما به صورت مزقه در آوردیم مزقه یه استاد دانشگاهی در تورنتو ارز میکنم که کتابی نوشته به نام تکامل انسان آقای کایت مور این آقای کایت مور که استاد بخش دیپارتمان ارز کنم که آناتومی تورنتو بود و کتاب او کتاب برگزیده سال شد در سال 1982 با دانشجویان مسلمانش تعامل داشت و این آیه رو این واقعیت مراجعه بفرمایید به گوگل سرچ کنید ببینید کایت مور کایت مور این آیه رو ترجمه کردن برای آقای کایت مور که در رشته جنین شناسی فعالیت عجیبی داشت این کتاب تکامل انسان هم هست این آقای کایت مور وقتی که به اینجا رسید و این ترجمه و تفسیر این آیات رو رفروش کار کرد آمد در یک کنگره عظیم عربستان در شهر ریاض که کنگره جنین شناسی بود آمد پشت تریبون قرار گرفت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ایمان آورد گفت وقتی که من این آیات را تلاوت کردم فهمیدم محمد رسول الهی است و نمیتونه یک آدمی در عربستان این حرفا را بزنه فخلقنا النطفه علق ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزقه وقت مزقه میدونی چیکار کرد دست کرد آقای کایت مرد پشت بولنگو تو جیبش یه مومی در برد گذاشت تو دهانش اینطوری دندون زد آورد بیرون گفت اینو میگن مزقه دقیقا شبیه شکل تکاملیه جنین در رحم مادر گفت این قرآن داره بیان میکنه اینو یک یتیم درس ناخوانده چوپان قرارید که از کوه هرا آمده پایین میگه ولقد خلقنا الانسان من نطفت بله سم خلق نن نطفت علقتن فخلق نل علقتن یعنی جویده شده آه یعنی چی جویده شده خدا اینو جویدش نه به همین شکل در میاد نگاه کنید نگاه کرد به مسلمان شد همه نوشتن مسلمان شدن کایت مر تحت تأثیر یک آیه از سوره مؤمنون فخلق نل مزغت عزامن این که دندون زده شد و جویده شد تبدیل به استخان شد تبدیل به غزروف و و اینها این تکامل فکسون العظام لحما بعد ما بر این استخوان ها چیه گوشت پوشانیدیم درست شد در اینجا ببینید همه رو با فا آورده فخلق نل علقت مزقتا فخلق نل مزقتا ازاما فکسون نل ازاما لحمه یعنی اینا این پسا همه بدون فاصله بوده دیگه درست یعنی طول نکشیده مثلا بگیم آقای نه نوروز و نوروز بالاخره متصل به هم اینا اومده حالا تا اینجا فقط چیه تا اینجا فقط فسفر کربن کلسیم استخوان گوشت جسم فیزیک ماده است فقط و فقط همین درک نیست دیدن نیست شنیدن نیست ریاضی حل کردن نیست انیشتان شدن نیست ادیسون شدن نیست اینا هیچ کدوم نیست این جسم این جسم که کاری ای نیست اینجا خدا میگه حالا من ملکوت میخوام بهش اضافه کنم اینجا میگه سمه، نمیگه ف گذاشتیم مون سمه انشعنا ما انشاء کردیم یعنی ما از عدم ایجاد کردیم یه چیزی که اصلا سابقه نداشته ثم انشعناه خلقا آخر یه خلقت دیگه ای به این اضافه کردیم که بتونه ببینه بتونه درک کنه بتونه نویسنده بشه بتونه تولستوی بشه بتونه خواننده بشه بتونه هنرمند بشه بتونه بیان داشته باشه الرحمن علم القرآن خلق الانسان تمام اینا, اینا رو ما همه رو در این خلقت دوم ببینید این خلقت دوم ملکوته ثم سپس چی؟ نمیگه خلقنا خلق با انشاء فرق میکنه توجه فرمودی خلق با انشاء فرق میکنه شما یک بلوزی رو از کاموا خلق میکنه این خانم بافته آقا اینو کی بافته اینو اختر خانم بافته اینو اعظم خانم بافته اینو فریده خانم به بچه خلقتی چه اثری خلق منم از اون تقلید میکنم خلق میکنم توجه فرمودی حالا یکی کسی میاد انشاء میکنه انشاء یعنی چی؟ یعنی چیز جدید انشاء یعنی جدید ثم انشعناه و خلقا چی؟ آخر حالا که این خلقا آخری که اومد اینجاست که دیگه جسم نیست اینجاست که دیگه بدن نیست اینجاست که دیگه از اون حالت فیزیک و ماده خارج شده فتبارک الله احسن الخالقین خدا اینجا به خودش آفرین میگه برای خودش کف میزنه میگه من تونستم انشاء بکنم یه خلق دیگری را حالا باری کلا فتبارک الله احسن الخالقین این خالقین در اینجا جمعه پس معلوم میشه غیر از خدا کسای دیگه هم هستن که خلق میکنن بله شما هم خلق میکنید ما هم خلق میکنیم حضرت عیسی هم خلق کرد در قرآن میگه که تخلقو و که حیعت تیر به ازنهی تو هیئت پرنده را خلق میکنی و به ازن ما در او میدمی و میشه پرنده خب بله انسان میتونه خلاق باشه دیگه خداوند میفرماید فتبارک الله احسن ال چی؟ احسن الخالقین خب بعد از این مال شما چی داره؟ بعد نه بعدش چی آقای چی بیارید بالا ببینم چی هست من بل بله تخم بدتی بله بنابراین در اینجا عرض میکنم خدمت این دو بعد ملکی و ملکوتی تو این آیه آقای کایتمان هم تحت این آیه تحت این سوره مسلمان شد و ایمان آورد که رسول الهی است حالا این رو مولانا برای ما این بعد ملکی و ملکوتی رو برای ما میگه میگه تخم بدتی تو تخمت و اساست و ریشت مرغابی هستش یعنی مال عالم بحری اصلا تو این عالم با همه چیز غریبه به خاطر همینم آرام نمیشی هر چی بهت بدن بازم میگی نه این نمیتونه منو سیر بکنه هیچ چیزی نمیتونه تو رو سیر بکنه فرزندانت نمیتونن تو رو سیر کنن همسرت نمیتونه به تو آرامش بده اصلا این بیرون تو نمیتونه به تو آرامش بده اینها فقط ما به هم نمیتونیم آرامش بدیم همه این درد رو داریم ولی به هم نقد میزنیم حالا که ما نمیتونیم به هم آرامش بدیم حداقل میتونیم این درد داریم اون در اثر همدردی یه آرامشکی یک آرامش کمی ما پیدا میکنیم میفرمایید تخم بدتی تو اصلا اساست و تخمت و اون هسته وجودی تو بد هست بد یعنی مرغابی گرچه مرغ خانه ات اگرچه تو رو افش آوردن این تخم مرغابی رو گذاشتن زیر مرغ خونگی مرغ خونگی مادره یا ببینه این بچه ها. اینا یکی از این دانشجو از دوستای ما تعریف میکرد میگم من این کار کردم من رفتم تخم ارز بکنم که این برف مولانا گوش دارم رفتم تخم بت رو آوردم گذاشتم زیر مر... مرغ مرغ بعد میگفت یک جیغ جیغ میکرد این با این بچه ها که میافتن تو استخر تو آب این خب نمیتونست بره این مادر توجه فرمودین این تضاد درونی انسان رو اینگونه بیان میکنه تخمه بد گرچه چه مرغ خانه ات کرد زیر پر چو دایه تربیت مثل دایه تو شد تربیتت کرد مادر تو بد آن دریا بوده است تو دنبال مادرتی دایه ات خاکی بود و خشکی پرست اما این دایه تو رو کشون به این سمت خشکی و خشکی پر است میل دریا که دل تو اندر است میل دریا تو دل توه آن طبیعت جانت را از مادر است اون ذات طبیعتت که از مادر اصلیت گرفتی میل خشکی مر تو را زین دایه است اگه تو میل خشکی پیدا کردی به خاطر این دایه هی گفته بیایید بابا تو آب نرید هی <تصال> <تصال> <خش> خود خود کردی دایه را بگذار کو بد رایه است دایه را بگذار در خشک و بران اندرا در بحر معنا چون بتان برو تو بحر از معنا مانند مرغابی ها گر تو را مادر به این مادر یعنی دایه گر تو را مادر یعنی اون مادر علکی به ترساند زعاب تو مترسو سوی دریا ران شتاب تو بتی بر خشک و برتر زنده ای و هم البر و البحر این استفاده کرده مولانا از تعالیم شمس نه چو مرغ خانه خانه گنده ای مانند مرغ خانه نیست که یه خونه گندیده ای مرغ خونه مرغ رو دیدید که بوی میده و تعفنی هست و اینا اما دریا این همش صفا هست تو ذکرم نابنی آدم شهی تو شاهی به خاطر که خدا میگه کرم نابنی آدم هم به خشکی هم به دریا پا نهی که حملناهم علی البحره به جان اون حملناهم علی یعنی جان تو دریا هست توجه فرمودید از حملناهم علی البره پیش ران از همون قدرت استفاده کن از این خشکی هم عبور کن مر ملایک را سوی بر راه نیست ملائکه نمیتونن به سمت بر و خشکی بیان جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست حیوانات هم که از بحر آگاه نیستن پس تو هم فرشتگونه ای هم حیوان صفتی هم خشکی رو میخوای هم بر رو می... بحر رو میخوای ولی اصلت بحره تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک تا به ظاهر مثل کم باشد بشر پیغمبر اکرم میفرمید انا بشرون چی؟ مثل اما این بشر یعنی چی؟ بشر ما کلمه انسان رو که به کار میبریم انسان من انسان این انسان توجه کنید حامل هم جسم هم روحه هم ملک هم ملکوت هم همه اینا رو میگن انسان اما اگه گفتیم بشر ها بشر یعنی بشره ما بشره ما یعنی همین صورت من که شما میبینید ما ها بشر هستیم اما شطور بشر نیست چرا برای اینکه پوستش معلوم نیست پوست رو شما میبینید نه دیگه پشما, پشما روی پوستش رو گرفته اما این انسان از کن... ما البته ما آدمای پشمالو هم زیاد داریم از اینایی که خلاصه خیلی پشمش اونجا پشمک زیاد دارن ولی عرض می‌کنم که به چیز به اون بشره یعنی پوست وقتی میگن بشر یعنی فقط جسم هیچ به روحش کار ندارن به عقلش کار ندارن من بشرم انا بشرون من بله به لحاظ جسمی فکر نکنید که من جسمم با شما فرق میکنه آخه میگفتن که این چه پیغمبر است که یعکل و میخوره و یمشی فل اسواق تو بازار را میره این چه, این چه که مثل ما میخوره مثل ما میخوابه مریض میشه خب به همین شکل پیغمبر میگه انا بشرون مثل کن من بشری هستم مثل شما اما اینو حواستون جمع باشه یو نهید بگید که پیغمبر بشریست مثل ما پس بنابراین هیچ فرقی بین من و پیغمبر نیست نه در جسمیت میگه تا به ظاهر مثل باشد بشر بادل یوهی دیده دیدور اما یه دلی دارد که ملکوتیه و او دیدور است قالب خاکی فتاده بر زمین روح او گردان بر این چرخ بر این آخرش مولانا میگه ما همه مرغابیانیم ای قلام ما همه مرغابی هستیم چرا آب و رها کردید بر میداند زبان ما تمام فقط عرض میکنم که بحر میداند زبان ما رو باز یه آموزه دیگه شمس رو نگاه کنید همه را در خود بینی همه در خود توست از موسا و ایسا و ایس و ایسا و ابراهیم و نوح و آدم و حوا و ایسیه و من ایسیه رو نفهمیدم ببخشید مراجعه نکردم یعنیم ایسیه چیه یا انسیه یا ایسیه و دجال و خزر و الیاس در اندرون خود بینی همه اینها در ان... اصلا یوسف یعنی خود تو داستان یوسف که میگن داستان زندانی شدن تو میام میشه داستان رؤیاهای تو میام میشه همه اوناست همه اوناست در اندرون خود بینید تو عالم بیکرانی چه جای آسمان ها و زمین تو عالم بیکرانی لا یسعونی این حدیث قدسی را آورده که خداوند میفهمه لا یسعونی یعنی در خودش نمیتونه جا بده منو سمای آسمان ولا ارضی زمین من و آسمان من نمیتونن منو در خودشون جا بدن نمیتونن فقط من یه جا خونه دارم بل یسعونی قلب و عبد المؤمن این قلب انسان جای منه من دیشب در یک سخنرانی گفتم اون خانه خدا که ما میریم اونجا پول رو میدیم به عربا و همه اون پولی که حاجی ها اونجا میدن صد در صد در قمارخونه های لاس و فایشخونه های لاس اونجا مصرف میشه صد در ست. به همین دلیل یک بار حج رفتن یعنی اگر بنده به مقام مرجعیت میرسیدم فتوا میدادم که رفتن حج حرام است حالا اون ببخشید من اینو میگم یک بار آدم بره به حج تام پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم در تمام عمرشون یک بار به حج رفت یک بار به حج رفت حالا آدمی داریم که هر سال بعد آقا بره حجشو بره. و این پولا میره به دست اون آقایون شاهزاده ها باور بفرمایید تمام در فایش خونه ها و در قمار خونه های لاس فگاس مصرف میشه خیال میکنه مثلا این پولی که اونجا میده یا پولی که تو این زری میرسه این کجا مصرف میشه حالا برو ببین این پولی که تو زری میریزی کجا مصرف میشه بله کجا میره سر از کجاها ها در میاره حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم عرض میکنم خدمتتون که اون خانه که مقدسم هست صد درصد خدا تو اون خونه نرف اصلاً مگه میشه خدا تو اون خونه بگه؟ مگه خدا جسمه که تو اون خونه بده ولی در یک خانه هست که صد در صد میتونیم بگیم که اون خدا در اون خانه رفته بنابراین خانه دلین و خانه چی؟ گلین پروین اعتسامی خدا رحمتش کنه یک قذر خیلی قشنگی داره راجب فرق بین اون خانه و این خانه انقدر زیبا این خانم بیان کرده که انسان خیلی تحت تاثیر قرار میگیره اون خانه دل ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید این معنا رو اونجا میگه ما نمیخوام می بگیم حج نرن حج باید رفت حجم خیلی سیمبل نمادهایی داره که انسان به خودش برمیگرده اصلا اون به لحاظ آفاقی میخواد منو به اون انفسم برگردونه اصلا در حج خیلی حقایق نهفته است که زندگی انسان در اونجا تجربه میشه بل یسعونی قلب و عبد المؤمن که اینم براتون خوندم گفت پیغمبر گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پس در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا خواهی در آن دلها و طلب خب ارز میکنم خدمتون که چون بحث دیگه نمیخوام دیگه وارد فاز دوم بشم فاز بعدی این راجب عظمت و کرامت انسان بود بعد قسمت بعدی جزء تعالیم شمس این استش که هدفمند بودن هستی انسان را شمس بیان میکند که حالا راجب هدف زندگی انسان از نگاه عارف و بحث بعدی زندگی آرمانی انسان و موانع اونه که چهار تا مانع رو برای ما ذکر میکنه یکی نفس اماره است یکی دنیا هست و عرض میکنم که یکی عرض کنم که تعصب و عدم مدارا هست که اینها رو حالا این این همه خورشتا و سالادا و اینا همه میمونه و شما از اینا میل نمی کنید و یکی هم هوا هست حالا هوا و نفس تفاوتش اینها رو نه اینکه بحث تکراری باشد بحث که از نگاه شمس من انشالله خدمتون ارز میکنم فقط دو تا نکته رو یه قسمتی دارد شمس در مورد هدف در عالم و معنایی که زندگی برای من پیدا کرده این جمله رو براتون بخونم در اندرون من بشارتی هست عجبم میآید از این مردمان که بیان بشارت شادند یه بشارتی در وجود منه مردم تعجب میکنم چجوری اینا شادی میکنن حالا من راجع به شادی انشالله هفته های بعد صحبت میکنم چون ایدم هست و شادی است. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی بایستی که راضی نشدندی که ما این را چه میکنیم ما را آن گشاد اندرون مییابد باید این درون من سعه پیدا بکنن. کاش کاشکی این چه داریم همه بستندی کاشکی هر چی که من دارم از من بگیرند آقا بالاخره اینا رو از من میگیرن بالاخره میگیرن از شما این چه داریم همه بستندی و آنچه چه آن ماست به حقیقت به ما دادندی خب در این زندگی آرمانی که حالا هفته آینده من بحث میکنم شمس میگه که اون آرمان اون معنا رو خودت باید ایجاد بکنی و اون آرمان و معنا معنادار بودن زندگی در درون توست قسمت آخر آقای مقدسی خیلی ممنونم اگر قسمت آخر این بحث منو بیارید که مناسبت هم داره من براتون ارز بکنم در اینجا میفرماید ایام از شما مبارک باد شمس میگه ایام از شما مبارک باد یعنی شما از ایام مبارک نمیشید فکر نکنید عید میاد شما مبارک میشید شما اگه مبارک بودید ایام بر شما مبارک میشه حالا ممکنه همین فردا شما مبارک باشید همین فردا عید باشه ولی اگر روز عید نوروز هم شما مبارک نباشی اون روز بر شما نامبارک است ایام از شما مبارک باد ایام می آین تا با شما مبارک شوند یعنی عید حادثه ای نیست که در خارج اتفاق میفته که سال تحویل میشه عید حادثه ای است در درون من ایجاد میشه عید یعنی بازگشت بازگشتنگاه